با سلام مجدد، در این بخش خبری همراه ما باشید. جمعی از مردم تهران امروز مقابل مجلس ارتجاع با ابراز خشم نسبت به گسترش اعدام‌ها تظاهرات کردند و از جمله شعار دادند اعدام نکنید، اعدام نکنید. یکی 8403 جلوی مجلس همه اعتراض کردن که اعدام نکنید. اعدام نکنید. اعدام نه. نه، از جلوی ساختمان مجلس همه دارن نگاه میکنن. با پیوستن زندان شیبان اهواز به کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام، شمار زندان‌های شرکت کننده در 39مین هفته به 23 زندان رسید. تصاویری را از بزرگداشت شهیدان قیام 1401 در سنندج و تهران و عراق ببینید. پزشکیان امروز لایحه بودجه چپاولگرانه سال آینده را به مجلس ارتجاع ارائه داد. ضمن زمینه سازی برای افزایش قیمت بنزین و حذف بخش مهمی از یارانه‌ها بر اولویت بودجه نظامی تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود منطقه‌ای و تهدیداتی که متوجه ملت ایران است، در ارقام بودجه اطمینان حاصل شده که تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد. اگر قرار بود مانند سالیان قبل منابع یارانه‌ها را به فروش حامل‌های انرژی مرتبط کنیم، نمی‌توانستیم رشد کافی برای حمایت از محرومین را داشته باشیم. همچنین دو برابر شدن سقف مالیات اشخاص حقوق بگیر و صاحبان مشاغل نیز در راستای حمایت از گروه کم درآمد و کاهش شکاف طبقاتی است. یکی دیگر از چالش‌های موجود اصلاح در یارانه‌های انرژی است. میزان مصرف بنزین در سال جاری حدود 40% بالاتر از سال 1398 میباشد. هر لیتر بنزین وارداتی بین 30 تا 40 هزار تومان هزینه دارد. به این در حقیقت مشارکت و همدلی و همراهی همه سیاستگزاران و مجریان و قانونگزاران و فرهنگیان جامعه رو می‌طلبه. بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف علیه سیاست‌های ضد مردمی و چپاولگرانه رژیم آخوندی تجمع اعتراضی برگزار کردند. اما رتبه ندیدیم، سلیمان
بینندگان عزیز با تشکر از همراهیتون تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.